مهران انصاری تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن با ماست. آقای انصاری، شعارهای معترضین در این روزها بیانگر چه چیزایی به نظر شما؟ درود بر شما و درود بر مردم بزرگ خوزستان و آبادان. من فکر میکنم که شعارهای مردم عمدتاً حول سه محور داره میچرخه الان. یکی از اونها بحث ایران گرایی است. در شعارهای مثل رضا شاه روحت شاد یا جان فدای ایران، به روشنی این بحث ایران گرایی رو که در چند سال اخیر به خصوص خیلی به شکل چشمگیری به نظر میاد رو میتونیم ببینیم. موضوع دوم بحث اتحاد است. در همین گزارش هم که شما طرح کردید، بحث تنها نگذاشتن آبادان و اینکه این مردم فهمیدن که تنها همدیگر رو دارن و کسی فریادرسشون نخواهد بود جز همدیگر. و بحث دیگر این هست که اینها مردم با یک خرد جمعی بالاخره به این جمع‌بندی رسیدند که مشکل سوء مدیریت نیست، مشکل دشمن خارجی نیست، بلکه مشکل خود حکومت هست. به همین دلیل هم هست که در شعارهاشون علت العلل رو نشانه رفتن و به همین دلیل هست که شما میبینید که به روشنی شعار میدن که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. پس این سه محور اصلی، سه محوری هست که به نظر میاد که شعارها در نقاط مختلف ایران و به خصوص در آبادان و شهرهای دیگر خوزستان داره حولش گردهمایی ها به وجود میاد. خوزستان این روزها کانون اعتراضاته. این استاد چرا تا این حد در اعتراضات ضد حکومتی ایستادگی داره؟ به نظر من راجع به استان خوزستان و به خصوص شهر آبادان دو سه عامل خیلی مهم هست. موضوع اول مقایسه خوزستان و آبادان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هست. شما ببینید از یک آبادان پر رونق، از یک آبادان آباد، از یک آبادان شاد پس از انقلاب تبدیل میشه به یک آبادان بیرونق، به یک آبادان محروم. این خب تأثیر به سزایی داره. موضوع بعد بحث جنگ هست. شما میبینید که بعد از انقلاب اسلامی به فاصله کوتاهی جنگ شکل میگیره. چرایی و عوامل اون بماند برای بحث دیگری، اما اونجا مردم آبادان وقتی تهدید خارجی رو میبینن، وقتی دشمن خارجی رو میبینن، مردم خوزستان و البته همه ملت ایران در مقابل دشمن خارجی میستن. اینجا دشمن داخلی است. اینجا هم همون مدل ایستادگی رو دارن به نوع دیگری از خودشون نشون میدن. و یک مسئله دیگری که من میخوامش اشاره کنم این هست که توی همین ایستادگی، توی همین داستانی که اینها نشانه میرن به درستی حکومت رو و علت العلل رو، به خوبی اینجا اون کسانی که سعی دارن نشون بدن که مسئله چیز دیگری است، مسئله اصلی حکومت نیست، بلکه مسئله اصلی مسائل قومی، قبیله‌ای، زبانی هست، به وضوح در این شعارها میبینیم که مردم از به خوبی متوجه هستن مشکل کجاست و اونهایی که این مسائل رو مطرح میکنن به نوعی خاصه یا ناخاصه در زمین جمهوری اسلامی دارن بازی میکنن. مسئله آخری که میخوامش اشاره بکنم این هست که در شهرهای کوچکتر و در استانهایی که محروم هستند به خوبی به این آگاهی رسیدند که با تحریم، بدون تحریم، با برجام، بی برجام، وضعیت همین هست تا زمانی که این حکومت پا برجاست. فکر میکنم کمی مونده هنوز که شهرهای بزرگتر مثل تهران به این آگاهی برسند و فکر میکنم اونها هم در نهایت به همین آگاهی خواهند رسید.